تیمور رحیم و فیشروکچی بازی های اولمپی ورزشگر 25 ساله توجیک برنده سه نشانه برینجی از گرانسلام و یک نشانه نقره از گرانسلام است. او در برابر کاگویرا کوکورو ورزشگر ناموشنو و با استعداد ژاپنی قرار میگیرد. کاگویرا کوکورو ورزشگر 26 ساله ژاپنی که قهرمان جهان است و دو نشان طلای گرانسلام دو نقره دارد. در ببینید چگونه عمل کرد جذاب در برابر کاگویرا و یادآور میشم دوستان عزیز که کاگویرا کوکورو از زمره ورزشگران است که تیلیسم قهرمانی های تدی رینی رو شکسته بود. تدی رینی رو در گرانسلام پاریس شکست داده بود که تا اون مدت تدی رینی شکست نخورده بود و تیمور رحیموف بعد از یک مدت توقف ببینه چگونه وطندار جودو رو بازی می دارد. یعنی در لحظه های اول بسیار فرم معمولی خود رو به نمایش می گذارد و ببینه در اینجا صدای مربیان هم صدای مربی تیمور رحیموف به گوش برسد و هم صدای ولادیمیر یلچانینوف یکی از فدایان جودو که در تاجیکستان واقعا سالیانی دراز کار کرده است. سالها گوشتینگیران یا جودوکاران تاجیک رو تربیت داده است و مخلص و فدایی هست در تاجیکستان. ببینید کاگویرا کوکورو قهرمان جهان در رقابت در برابر تیمور رحیموف بسیار کم می آید. در بسیار بخش از رقابت ها نمی تواند در برابر تیمور رحیموف مبارزه برد. تیمور رحیموف بگذار تعریف نکنه ولی خودی بیننده ها شاهد هستند که چگونه دستی بالای را دارد در برابر کوکورو. اما کوکورو هم خطرناک میتواند باشد چون که ژاپنی ها به هر هموارده که روبرو میشوند در برابر او یک ویژگی مهارت را استفاده میکنند. ولی برای ما این هم هیجان آور است که امروز در اینجا بسیار روز زبان ها یعنی پهلوان ما را دستگیری میکنند و در اینجا صدای ولادیمیر یلچانینوف هم به گوش میرسد در برابر دیگر مخلصان و هواداران جودو تاجیک. موقعیت برای تیمور رحیموف اصول معمولی سراپا هلوکی داخله یا همان اوچیماتا در مد نظر هست. دو دقیقه پشت سر میگذرد از لحاظ پشت سر میشود دو دقیقه سپری میشود از لحاظ کنترل این رقابت تیمور رحیموف پیش صف یا پیش توز است. ببینید چگونه کنترل میکند چگونه اداره میکند حرکات کوکورو را و این کوکورو برای نهمین طلای ژاپنی ها در این رقابت مبارزه میبرد و اگر تیلیسم پیروزی های ژاپنی ها در اینجا شکسته شود یا اینکه صد طلاهای پیاپی ژاپنی ها شود تیمور رحیموف این یک کارنامه واقعا با ارزش خواهد بود و نگاهی جهانیان به قدرت ها و قدرت جودو تاجیکستان دیگر خواهد شد. دوستان عزیز با اون خاطر که کوکورو واقعا با وای اوچیماتا نه اینجا یک هلوک معمولی بیرونی بود. ببینید چگونه با اجرا در آمد کوکورو بلرزه در آمد و احساس میکند که در برابر یک قدرت فوق‌العاده قرار دارد. ببینید به نظر برسد که کوکورو آسیب دیده باشد و اگر به همین شوه آسیب هم بیند و از میدان خارج شود شاید با همان کمکاریش پیروزی به تیمور داده شود. اما کوکورو به رقابت برمیگردد تا آخرین فرصت پیروزی. نباید وطنداران جودو را کم گرفت چون که آنها به هر شیوه به هر نحوه به هر طریقی که نباشد مبارزه میبرند قدرت خود را در هر فرصت. ولی اجرای اصول پیاپی از سوی تیمور رحیموف صورت میگیرد. دوستان عزیز کوکورو در بخش کار در زمین هم کار کرده نمیتواند. یادآور میشم در همان سال 2019 بود اگر اشتباه نکنم که تدی رینی رو شکست داد. نه پیشتر بود شاید وقتی تدی رینی و دویومین کاردی زد تیمور رحیموف در یک قدمی دیگر برای رسیدن به نشان طلای بازی چمپیونات آسیا هست. با سبب کمکاری کوکورو شیدو میگیرد
واقعا استعدادی فوق‌العاده را در حال تماشا کردن هستیم دوستان عزیز. کلی اشتراکچیان، کلی حاضرین در سالن برگزاری مسابقات با این رقابت دیده می‌دوزند. کوکو را از دور گیلم خارج می‌شود. با همین ترتیب یک اوچیمت های دیگر و کوکو را قریب بود که با تیمور رایموف یک وزاری بدهد. خیلی استعداد خوب هم با سمت چپ هم با سمت راست. این هم استعداد فوق‌العاده هست دوستان عزیز. هر ورزشکار نمیتواند در دو سمت مبارزه یک زل رقابت کند، یعنی یک قوه را در دو سمت نشان بدهد. ولی تیمور رایموف این را اثبات کرد. تو اینجا هنوز هم تعریف نمیکنیم دوستان عزیز، چون تو ثانیه های پایانی هر اتفاق دیگر هم افتیدنش ممکن است. ولی باشد که پیروزی را ببینیم و بعد از اون وصف و ستایش کنیم در وصف تیمور. ببینید اکنون ثانیه های پایانی وقتی اساسی اجرای اصول از سوی کوکو را و چیزی هم نمی شود. کوکو را هم خسته و بیمدار شده است. 4 ثانیه تا پایانی وقتی اساسی با نزدیک شدن با هم دیگر گمان میکنم وقت یا 4 ثانیه با انجام رسد و گلدن سکور را خواهیم دید. گلدن سکور واقعا یک فرصت هست که بسیار خطرناک، چون که اگرچه با دوشید و کوکو را رو با باخ دارد، ولی در صورت یک حمله هدفمندانه میتواند نقشه ها را کلن دیگر کند. ولی فعلا برتری بر سود ما است دوستان عزیز. با دو کارد زرد جذاب ببینه اجرای اصول از سوی کوکو را بود و تیمور هم بسیار خوب کنترل کرد همین لحظه یا همین جسته که کوکو را داشت. آغاز گلدن سکو با یک حمله کوکو را کاگویه را شروع شد. تیمور رحیموف با غرور این رقابت را شروع کرد، با غرور اگر با ولی نه وزاری نباید باشد، وزاری نباید باشد، نوارهای تدریجی را باید ببینند. اینجا یک قسمتی از همون قسمتی خمی گویم دستی تیمور با روی تاتامی زد. اما داوران چی قضاوت میکنند؟ داوران چی قضاوت میکنند؟ باشد که وزاری نباشد دوستان عزیز، وزاری نباید باشد و رقابت ادامه کند دوستان و یک پیروزی تاریخی را در حرفه. اما وزاری دادند این حمله کاگویه را کوکو را. ببینید دوستان عزیز، گفتم که هر اتفاق افتیدنش ممکن است، ولی تیمور رحیموف اینجا دستی بالای را داشت. اگر کار با این درجه نمیافتید در وقت معمولی کار را تمام میکرد. ولی برای کاگویه را کوکو را استعداد تیمور رحیموف یک درسی بسیار تاریخی شد. او احساس کرد که تیمور رحیموف یک قدرتمند خوب هست در برابر او، یک استعداد فوق‌العاده هست.